مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده هنر، علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری میزوری همراه ما هستند. وقتتون بخیر آقای بروجردی. داعش در بیانیه ای مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته در شرایطی که مقامات جمهوری اسلامی روایت های متفاوتی کماکان از شکل انفجار و عامل اون مطرح میکنن. وضعیت رو شما چطور تحلیل میکنید؟ بله، عرض کنم که به نظر من نحوه حمله خیلی مشخص بود که این حمله از طرف گروه داعش شده. حالا هم که مسئولیتش رو قبول کردن، فکر میکنم دیگه جای شکی باقی نمیذاره. داعش قبلا هم در سال 2022 وقتی که به اون حسینیه در شیراز حمله کرد، مسئولیت رو قبول کرد. مسئله حمله به مجلس رو هم به همین شکل. و این حملات کور که یعنی مردم عادی رو بکشین، به نظر من نحوه عمل کرده داعش بوده. ما مثلا با ترورهای معنادار اسرائیل رو دیدیم در این سال که افراد سپاه یا افراد اتمی رو زدن، ولی کشتن مردم در یه چنین شکلی، آدمای بیگناه، به نظر میاد بیشتر به همون شیوه داعش میخونه. و حالا این مسئله رو به نظر من برای جمهوری اسلامی از این لحاظ مشکل میکنه که وقتی که از انتقام سخت صحبت میکنن، میخوان چه شکلی به داعش پاسخ بدن، به گروهی که همه جا هست و هیچ جای خاصی نیست. فکر میکنم این مقدار مسئله براشون از این بابت مشکل میشه. جناب بروجردی، همونطور که کوتاه اشاره کردین، انتقادهای بسیاری به عملکرد نیروهای امنیتی در تأمین مردم تو این مراسم وارد شده. دامنه انتقادها به نمایندگان مجلس و برخی مقامات هم رسیده و الان با توجه به اینکه داعش هم مسئولیت رو قبول کرده، بار کوتاهی امنیتی جمهوری اسلامی تشدید شده. به این چطور نگاه میکنی؟ بله، کاملا درسته. ببینید، این که دفعه اولی نیست که جمهوری اسلامی یک مراسم بزرگی مثل این رو برگزار میکنه. سوالی که مطرح میشه این که شورای تامین امنیت استان کجا بودن؟ انتظار نداشتن در یه چنین مراسم یه چنین چیزی برگزار بشه. آقای وزیر کشور، آقای احمد وحیدی، سردار سابق سپاه قدس هستند. شما دیگه از ایشون امنیتی تر میخواین داشته باشین در شغل وزیر کشور؟ و نتونستن کار خودشون رو انجام بدن. بنابراین فکر میکنم که آینده سیاسی ایشون هم بعد از این حمله میتونه مورد سوال جدی قرار بگیره. با توجه به اینکه از همون دقایق نخست انگشت اتهام رو به طرف اسرائیل گرفتن و الان داعش مسئولیت حمله رو بر عهده گرفته، فکر میکنید واکنش تهران چه باشه؟ ببینیم، فکر میکنم وقتی که داعش مسئولیت رو قبول کرده، اگرچه از لحاظ به اصطلاح تبلیغاتی دولت ایران کماکان به اسرائیل حمله میکنه و میگه حتی دستشون با داعش در یک ظرف هستن اینا، ولی خب اینا برای تبلیغات و مصرف داخلی هست. واقعیتش این است که همونجوری که در اول گفتم، به نظر من اسرائیلی ها اگه بخوان عملیات در ایران انجام بدن، به این نوع نیست، به این نوع بمب‌گذاری های کور این شکلی نیست و هدفمندتره. چون چه افتخاری داره برای اسرائیل که مثلا بگه ما مردم عادی رو در یه راهپیمایی زدیم، کشتیم؟ ولی وقتی که یه نفر از سپاه رو ترور میکنن، اینا میتونن به عنوان افتخار عملیاتی ازش نام ببرن. بنابراین فکر میکنم ما متاسفانه کمافل سابق در جمهوری اسلامی با این پدیده روبرو هستیم که افراد مسئول و غیر مسئول اظهار نظرهای غیر کارشناسی مرتبی میکنن و به این اختلاف نظر و سردرگمی مردم راجع به اینکه واقعا کی مقصر بوده کمک می‌رسونه. سپاس از شما، مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده هنر، علوم و آموزش دانشگاه علوم و فناوری میزوری.